هلو گایز، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. من علی استفتاد هستم. تو این ویدیو بررسی آنباکس یه محصولی داریم که راه خیلی درازی رو از دبی و نمایندگی MSI اومده به اینجا که ما آنباکس کنیم، بررسی کنیم. گانگنیر 110، یکی از جعبه کیس های MSI، خیلی خوش ساخت. ویژگیاشو حالا بیشتر براتون میگم، ولی بریم سراغ آنباکسش. خب اول از قیمت این جعبه کیس تقریبا 2800 2900، یعنی زیر 3 تومن در میاد. با توجه به اینکه 4 تا فن ARGB داره، قیمت خیلی مناسبی داره. خب لو دادم، 4 تا فن ARGB داره. از این مثل اکثر جعبه کیس قابلیت نصب رادیاتور 360 جلو داره، 240 بالا و 120 در پشت کیس. از این داست فیلترهای مگنتی داره، آهن ربایی داره و کلا قابلیتش خوبه. تا 34 سانت طول کارت گرافیک میتونه ساپورت کنه. جای HD داره، ولی اگه جای HD رو از پایین کیس بردارید تا 25 سانت میتونید طول پاور میتونه ساپورت کنه و اینجور حرفا دیگه. دیگه چی بگم؟ ARGB کنترل هم داره، میتونید مثلا بقیه ARGB ها، مثلا اگه فن CPU تون ARGB داشت، میتونید با ARGB کنترل خود جعبه کیس سینک کنید. دو مدل هم داره این جعبه کیس 110. یه مدلش که اینجاست شیشه است جلوش، یه مدلش هم مشه، یعنی توری فلزیه، که اون مدل خب یه ذره ظاهرش شکیل تر نیست، ولی خب هوا گردش هوا بهتری داره. همون پنل توری فلزی هم خودش خیلی بیشتر گرد و خاک میگیره. حالا بگذاریم از این حرفا. خیلی جعبه کیس، نمیگم خیلی شاخیه، نمیگم، واقعا نسبت به قیمتش عالی و به صرفه است. 4 تا فن ARGB داره، خودش خیلی واقعا خیلی پهن مستقی به حساب میاد. توی رنج قیمتی هم رقیب زیادی نداره به نظر من، با توجه به اینکه برندش MSI. این از جعبهش که دارید میبینید چیز خاصی اینجا مشخصات زده. دوتا USB 3 تایپ A داره، یه دونه هم تایپ C داره. دوستان طرفداران تایپ C دیگه مشخصات، حتی جک 3.5 هم داره جلو. مشخصات دیگه همین دیگه، سه تا فن ARGB جلو نصبه، یه دونه هم پشت نصبه. در رادیاتور هم توضیح دادم و در برای اندازه و این چیزا هم صحبت کرده. بریم سراغ گوش ها. جعبه کیس بالاش گذاشت، پایینش کنجا پایه ها شده باشه. خب من آنباکس این کیس رو ندیده بودم تو یوتیوب فارسی، ولی خب دو تا پیچ اینجا داره. بریم داخلش، بیرونش که مهم نیست. قطر شیشه هم واقعا خوبه، راضی کننده است. آقا این وانتی هم دوباره اون حده بذارید بره بقیه ویدیو رو. خب بچه از نمای جلوش که دیدید دیگه، بیرونش مهم نیست، برای ما بحث فنی مهمه. حتی واقعا جلوش جذابه. خب بگذر، داخل یه جای SSD اینجا گذاشتن، از این چیزایی که خیلی حال میداد آهن گوشی بکنه توش داره برای کیل منیجمنت. بالا هم فضای کیل منیجمنت داره که کابل رو قشنگ ببرید پشت، پایین هم از همینه که بالا داره داره. ارزم به حضورتون اینجا هم خیلی باحال این پنجره که گذاشتن، واقعا برای کسی که مثلا پاورهای خیلی خوشگل دارن به نظرم جذاب میتونه باشه. و بریم سراغ پشتش. اینجا هم سه تا فن ARGB خود MSI که یکیش هم داره شما این پشت میبینید. اینا هم که جای کارت گرافیک، این هم همون فیلتر گردخاکی که گفتم که میخوره بالا. آها راستی بالا هم ببینید، اینا هم جای USB و دکمه هاشه. خب بریم سراغ پشت. واقعا پشتی که خیلی مهم توجه باشه، پیچاش سفت. امروز یکی از ویورها تو اینستاگرام پیام داد، بعد داشتیم صحبت میکردیم و اینجور حرفا، آخرش که کارش تموم شد و کارش رو انداختیم، به من برگشت گفتش که
من کلا یوتیوب اینا خیلی نگاه میکنم، اسمبل سیستم اینا زیاد نگاه میکنم اینجا حرفا. گفت باهات حال میکنم چون که تو ویدیوهات خودتی. مثلا وقت بار در نمیاری، خیلی خودمونی، خنده ها تلکی نیست و اینجا حرفا. واقعا خیلی به من انرژی داد اینطوری که تعریف کرد ازم. قدرت. خب ای جان، ای جان، ای ج... من اصلا چی دیدم؟ واو. آقا اینو میبینی؟ این یه برده، یه برده اصلا مسخره است. که چی؟ که آقا ARGB میاد توی این. بعد شما اینو میبینی؟ دوش داره LED سویچ. این یه نه از این کابلات که وصل میشه به پنل جلوی. حالا با این کاری ندارم. ببین برای این که از جلو بتونید ARGB های کیس رو کنترل کنید. با این مشکل هم تا اینجا همه دارن، همه کیس ها دارن. اکثر کیس ها ARGB استاندارد استفاده نمی کنن واسه این پنل. کیس گرین دیده باشین ور میداره یه دونه از این شیشتایی ها، یه سوکت شیشتایی داره، شیشتا پشت سر همه. آقا فقط هم واسه خودش میخوره. هر شرکتی میاد یه نوع اتصال فقط واسه خودشه. دمش گرم واقعا اومده از ARGB های استاندارد استفاده کرده. میبینی؟ ARGB استاندارد اینطوریه، چهارتاییه که یکی از سوراخاش پره، یعنی سه تا سوراخ اینا. بعد شیش جا داره که چهار تاش خودش وصل کرده، دو تا قصه ARGB دیگه هم مستقیم میتونید وصل کنید به همین. این یه نوع ARGB کنترلره. واقعا خیلی خوشم اومد اینو دیدم. نمیدونستم، واقعا نمیدونستم، نمیدونستم که استاندارد استفاده کرده. فکر میکردم مثل بقیه شرکت ها اومده پورت های خودش استفاده کرده، ولی واقعا حال کردم با این حرکتش. دمت گرم استای. خب آقا این از این، اینم وصل میشه به پاور. بله اینم وصل میشه به خود پاور. هیچ با این کاری نداریم. اینم از اتصالاتی که از جلوی کیس اومده، اینا که برای اون LED ها، اینم که تاندربولت تایپ سی و میگم تایپ سی USB 3 و اینم جک سمون. بعد اینم برای HDMI. خب اینم که دارید میبینید از این چسبا داره، بازم دمشون گرم، خیلی خوبه این چسبا برای کیبل منیجمنت. شما لازم نیست بسته دیگه بزنی و البته خود این چسبا کاملا کابلو جمع میکنه. چهار تا از این چسبا گذاشتن، یه جای SSD هم اینجا داریم. فضایی که کابلا بیان پشتم واقعا عالیه. جای بستم اگه میبینید اینجا از این جایی گذاشتن که راحت میتونید بست بزنید. و آقا واقعا کیس کامله. فضای پشت کیس هم بیشتر از یه سانته که حتی اگه هرمنجی انجام بدید کابلاتون قلم بشه راحت پنل پشتی کیس بسته بشه. اینجا هم دوتا دو اشتی داره که البته دمش کم کابل ARGB هم گذاشته. بابا دمش کم خدا باکی کابل ARGB اضافه هم گذاشته. بابا دمش کم. اینا هم آره جای HDD هم، این هم یک کاتالوگ که برای خود MSI. خیلی جالب میگه آقا برید تو سایت MSI ریویو محصول بنویسید، شیرش کنید با بقیه و جایزه بگیرید. خوره کشی میکنیم جایزه میدیم. حالا جایزه‌اش الکترونیکی میتونه باشه، نمیدونم جایزه‌اش چی میتونه باشه، ولی خیلی چیز جالبی بود. واقعا تبلیغ خیلی مناسبی بود. بگذاریم از این حرف ها. اینا هم برقای فن ARGB. فن ARGB گفتم عملا دو تا کابل ازشون میاد بیرون، یک کابل برای ARGB که کنترل کنه رنگا رو، یک کابل هم برای برق خود فن. دیگه حرفی رو گفتن ندارم. پشت کیس واقعا خیلی جذاب‌تر بود. این فیلتر گردمات هم نشون دادم. این بالا فضایی که برای کولر CPU در نظر گرفتن فضای خیلی بزرگه. شما حتی میتونید 280 هم نه اینو نکن بهتر، چون احتمالاً 280 نمیتونید نصب کنید، ولی مثل اینکه 280 هم میتونید نصب کنید چون که دو تا جای پیچ اضافه داره. حالا بگذاریم، مهم نیست میتونید نصب کنید نمیتونید نصب کنید، اصلا it doesn't even fucking matter، ولی میتونید نصب کنید. دو تا فن 140 نصب میشه بالا. از این حرفو بگذریم، به نظرم خیلی کیس جذابی بود، مخصوصا پشتش از لحاظ فنی و از لحاظ اسمبل کردن خیلی باحال بود. به نظرم نکاتی که توی ساخت و طراحی رعایت کرده بودن یونیک. جان فاصله مادربرد تا پاور بانک رادیاتور بذاری بالا چجوریه؟ کم، ولی
ولی این جایی که بعد رادیاتور ببنده با این پشت فاصله داره. یعنی چی؟ یعنی حتی هیت سینک مادربورد تو هیت سینک بالای سی پی یو داشته باشه فاصله داره از اون. همینا نشون دادم دیگه. الان جای پیش رادیاتورتون اینجاست، دقیقاً نوک انگشت من. یعنی از اینجا تا اینجا که تقریباً 8 سانته فاصله داره که مادربورد شما بیاد جلو. اوکی، پس احتمال خیلی زیاد مادربورد به اون رادیاتوری که قراره بالا واسه هیچ جوره برخورد نمیکنه. که اینم رعایت کردن، آخه همه رعایت میکنن دیگه الان. تو ساخت زیره که زیرش هم میخواد نشون بدم. این بچه‌ها پیچاییه که اون سینی های HD رو نگه داشته. اون سینی ها که گفتم برای اشریه اینا نگه داشته که اونا رو کلا میتونید باز کنید. اگه پاورتون خیلی بزرگ بود میتونید اونا رو باز کنید. و اینم که یه فیلتر برای گرد و خاک که این چون برای موقع اسمبل حتما حواستون باشه که فن پاور رو به پایین باشه. چرا؟ چون که از پایین که اینجا محفظه بازیه هوا بکشه، از بالا که چون این کیس های جدید که محفظه دارن پوشیده است محفظه پاور، هوای خیلی همی از بالا به پاور میرسه. بقید همین معمولا پایین رو باز میذارن و فنم رو به پایین میبند. آره دوستان خیلی خوبه، نکته خوبی اشاره کرد. پایاش بلنده، واقعا خیلی خوبه که چرا هوا قشنگ از زیر رفت آمد داره و همون نکته که برای پاور گفتم هوای بهتری میتونه بکشه. این هم نکته خیلی خوبی بود. آقا ما یه اسمبل داریم با این کیس، احتمالا شما آنباکس و ریویو این کیس رو زودتر از اون اسمبله میبینید، ولی بعد از این ویدیو حتما به سراغ اون اسمبله ببینید روشن شده و اسمبل شده این کیس چجوریه.